الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز انشاءالله میپردازیم به بیان مطالبی در مورد یکی دیگر از مقامات و منازل سیر و سلوک به طرف الله متعال، منزلت زهد و جایگاه زهد. یکی از مهمترین منازلی هست که یک انسان وارسته که رهرو راه رسیدن به الله متعال هست، سالک این درب و این مسیر هست، میخواهد که به الله متعال برسد، یکی از مهمترین منازلش منزل زهد هست که الله متعال در قرآن کریم آیات متعددی در این زمینه دارند که بیانگر این مقام و این منزلت هست. یعنی نگرشی بر اساس واقعیت و بر اساس حقیقت به دنیا و آنچه در دنیا هست، که الله متعال در سوره نحل می فرماید ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. این نظریه را و این نگرش را ما نسبت به دنیا و آخرت داشته باشیم، آنچه در دنیا هست تمامی ناز و نعمتها و تمامی اسباب و ابزار و تمامی خوشیها و راحتیها و تمامی دردها و غمها، هر چه در دنیا هست اینها پایان پذیر هست. نه ناز و نعمت این دنیا سرمدی و همیشگی هست و نه غم و رنجش، اما در قیامت آنچه هست جاودانه هست. ناز و نعمت های قیامت، ارزش و مقام و جایگاه و مراتب عالی آخرت برای همیشه جاویدان هستند. پس بنابر این انسان مسلمان زمانی که در این مسیر حرکت می کند، در دنیا هست با ابزار و آلات و با اوضاع و احوال دنیا سر و کار دارد و این مسیر را باید طی بکند به طرف الله متعال، این نکته را همیشه مد نظر داشته باشد که دنیا و مافیها زوال پذیرند، دائمی نیستند، همیشگی نیستند. اما از این که ناز و نعمت دنیا باشد یا درد و غم دنیا باشد، دنیای زوال پذیر و ناقص به اندازه خودش ارزش دارد، به اندازه ای که ما به آن نیاز داریم باید به آن بپردازیم، و آخرتی که جاویدان هست به اندازه ای که ارزش دارد، به اندازه ای که اهمیت دارد ما باید به آن بپردازیم. این اساس زهد و پارسایی است. الله متعال در قرآن کریم می فرماید قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا. بگو که متاع دنیا، برخورداری های دنیا، اسباب و ابزار ناز و نعمت در دنیا هرچی هستند قلیلند، کم و اندکند، و آخرت بهتر هست برای پرهیزگاران. اگر می خواهید که به بهترین ها برسید، به برترین ها دست پیدا بکنید، بهترین زندگی و بهترین آسایش را داشته باشید، باید بیشتر به قیامت و آخرت توجه بکنید. اما انسان از آنجایی که دید و نگاهش به دنیا یک دید مباشر هست، مستقیم هست، دنیا را می بیند، ناز و نعمت های دنیا را، مال و ثروت دنیا را،
راحتی ها و پست و مقام و شهرت و مناسب دنیا را، اینها چون که در معرض دیدش هست بیشتر به اینها دلبستگی دارد و بیشتر به آن توجه می کند. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. شما دنیا را ترجیح می دهید، برتر می دانید، زحمت بیشتری برای دنیاتون می کشید نسبت به آخرتتون، در صورتی که والآخرة خیر و ابقا، آخرت بهتر هست، نعمتهایش نعمتهای کاملتری هست، بدون هیچ گونه کدورت و بدون هیچ گونه نقص و بدون هیچ گونه عیبی هستند و ماندگارتر هستند، جاوید هستند، برای همیشه هستند. اما متاع دنیا دائمی نیست. در مورد تعریف زهد، که زهد چی هست و چه تعریفی رو دارد، علما و خصوصا زاهدانی که در این مسیر قدم برداشتند تعریف‌های متعددی از زهد را مطرح کردند. یکی از بهترین تعریف‌های زهد تعریفی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اون رو ذکر کرده. واقعا یک تعبیر بسیار زیبا و جامع و مانع است. ایشون می‌فرماید که از زهد و ترک ما لا ينفع في الآخرة، از زهد و ترک ما لا ينفع في الآخرة. زهد یعنی رها کردن هر چیزی که در آخرت برای انسان سودی رو در بر ندارد. انسان مسلمان زمانی که در دنیا می آید و به این یقین و حقیقت می رسد که دنیا مسیر گذر من هست، راهی هست برای عبور کردن، رد شدن از این دنیا، نه محل ماندگاری و سکونت ابدی، بلکه هدف من و مقصد من یک جای دیگر هست، یک جای برتر هست که در آنجا من به آسایش میرسم، به آرامش میرسم و زندگانی ابدی و جاوید رو من در آنجا دارم. در این مسیر هر موردی رو و هر کاری رو که برای انسان در آخرت و در منزل و مقصودش مفید باشد، آن را به همراه بگیرد، از آن استفاده بکند. اما ابزار و وسایل و بارهای سنگینی که نه تنها در آخرت هیچ گونه منفعتی رو ندارند، بلکه ما را دور می کنند از آخرتمان، ما را به تأخیر می اندازند، سفر ما را طولانی می کنند، ما را در زحمت و در مشقت می اندازند، انسان عاقل این نوع علاقه ها را و وابستگی ها را باید در دنیا رها بکند. می فرماید از زهد و ترک ما لا ینفع فی الاخره و الورع و ترک ما تخاف ضرره فی الاخره. زهد یعنی این که آنچه در دنیا برایت مفید نیست، آنچه در آخرت برایت مفید نخواهد بود، آن را در دنیا رها کنیم. و ورع این هست که هر موردی را که در قیامت برایت زیان آور هست، آن را ترک بکن. این تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد زهد و پارسایی هست. سفیان ثوری رحمت الله علیه درباره زهد میگوید که از زهد فی الدنیا قصر الامل. زهد در دنیا به معنی کوتاه کردن آرزوهای و رؤیاها هست. یعنی این که انسان به دنیا دل نبندد، دنیا را جای همیشگی خودش تصور نکند که در دنیا رؤیاها و آرزوهای بلند و بالایی داشته باشد. در دنیا به اندازه دنیا باید زیست، نه این که آرزوهای ما و احلام و رؤیاهای ما فراتر از زندگانی دنیای ما باشد. ایشان می فرماید که زهد در دنیا یعنی این که انسان آرزوهای بلند و بالایی نداشته باشد.
زهد این نیست که انسان غذا نخورد یا غذای نامرغوبی رو بخورد یا لباسهای خشن و غلیظی را بپوشد، اینها نشانه زهد نیست. میگوید زهد در دنیا بدین معنی هست که انسان باید امیدش و رؤیاهایش کوتاه باشد. زهد اساساً در زبان عربی به معنی انصراف دادن از یک چیز هست، رویگردانی کردن از یک چیزی. شما روی برمیتابید از یک چیزی به خاطر حقارتش، به خاطر این که بی ارزش هست، هیچ گونه جایگاهی رو ندارد. یک چیزی از بس که برای شما بی ارزش هست، اهمیتی رو ندارد، قدر و قیمتی رو ندارد، به خاطر احتقار و به خاطر حقیر بودن و بی ارزش بودن شما از آن روی برمیگردانید. این در زبان عربی معنی زهد است. این زهد در قرآن کریم، کلمه زهد در هیچ جا به کار برده نشده مگر در مورد برادران یوسف، هنگامی که یوسف را در واقع فروختند، که قرآن کریم اشاره می کند که برادران یوسف، یوسف را با ثمن و با قیمت بخس و بسیار کمی در واقع فروختند. و در ادامه می‌فرماید و کانوا فیه من الزاهدین، رغبتی در موردش نداشتند، برایش ارزشی قائل نبودند، بدین خاطر که برایشون ارزش چندانی نداشت. یوسف را با قیمت خیلی اندک و کمی فروختند. تنها موردی که کلمه زهد در قرآن اومده در این آیه هست. و زهد همان گونه که عرض کردم در زبان عربی به معنی رویگردانی از یک چیز هست به خاطر حقارت و به خاطر بی اهمیت بودن آن چیز. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه در مورد زهد یک گفتار بسیار جالب و زیبایی را دارند که واقعا نشان از این دارد که امام احمد رحمت الله علیه در باب زهد و در باب پارسایی و ترک دنیا و توجه به آخرت یک مقام و منزلت والایی را داشتند. در این زمینه صاحب نظر بودند. حرفهایش حرفهای یک انسان آگاه و انسانی هست که مطلع هست بر حقیقت دنیا و بر حقیقت آخرت. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه می فرماید که زهد بر سه قسم است. زهد بر سه قسم است. میگد نوع اول و قسم اولش ترک حرام هست. الاول و ترک الحرام. اولین درجه زهد و کمترین درجه زهد ترک حرام هست. یعنی آنچه را که حرام هست در دنیا و الله متعال آن را حرام قرار داده، آن را ترک بکنید. بی رغبت باشید در مقابل محرمات، آن مواردی که الله متعال آن را برای من و شما حرام کرده. این اولین و نخستین درجه زهد است. ایشان می‌فرماید که و این درجه زهد عوام هست. حداقل مسلمانی این است که انسان پایبند باشد به منهیات الله متعال، آنچرا که الله متعال حرام قرار داده به آن دست نیازد. اولین درجه اش ترک حرام هست و این ابتدایی ترین درجه زهد هست که همان زهد عوام هست. درجه دومش می‌فرماید که ترک الفضول من الحلال، ترک کردن افزونی‌ها و زیادتی‌ها حتی از حلال، حتی مواردی که حلال هستند، مباح است برای انسان. انسان مسلمان نباید خودش را با تمام وجود بسپارد در مورد مواردی که حلال هستند. اینقدر مشغول این موارد حلال باشد که از اصل هدف انسان عقب بیفتد. یعنی حلال را به اندازه نیاز استفاده کردن، زیاده روی و اسراف نکردن در موارد حلال. گرچه حلال هست اما هر چیز هم اندازه‌ای دارد. ایشان می‌فرماید که این درجه
یعنی ترک اسراف و ترک افزونی در حلال، این درجه درجه خواص است، درجه بالاتر هست از اون درجه عوام. یک زهدی هست که واقعا هر کسی توان این را ندارد که انسان مسلمان از حلالی که الله متعال قرار داده صرفا به اندازه نیاز استفاده بکند، در این زمینه زیاده روی و اسراف نکند. درجه سوم و مرحله بالاتری از زهد ایشان می فرماید که ترک کردن هر چیزی است که انسان را از الله متعال مشغول می کند. هر چیزی در دنیا، هر گفتاری، هر کرداری و عملی و هر تصرف و اقدامی که شما را از الله متعال غافل بکند، شما را مشغول به خود بکند و از یاد الله متعال غافل بشوید، ترک کردن این موارد یکی از درجات بالای زهد هست. شما واقعا زاهد خواهید بود که اگر از تمام مشغولیت ها و از تمام دلدادگی ها و از تمام مواردی که شما را از الله متعال غافل می کنند، شما از آن دل ببرید و دور باشید. می فرماید که این درجه درجه عارفین هست، اونهایی که اهل عرفانند، اهل شناخت و معرفت الله متعال هستند. آنهایی که الله را شناختند به هیچ عنوان هیچ چیزی برای آنها ارزش این را ندارد که آنها را از الله متعال باز دارد. حرام به جای خود، موارد حلال به جای خود، و حتی هر چیزی به صورت کلی که انسان را از الله متعال غافل بسازد، عرفا و اهل معرفت از آن دوری می کنند و این بالاترین درجه زهد است. این تفسیری هست که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه در مورد زهد دارند. یعنی حداقل این که شما میخواهید زاهد باشید این است که زاهد در حرام باشید، یعنی این که به هیچ عنوان خودتان را آلوده به محرمات و حرام و چیزی که الله متعال آن را برای شما حلال ندانسته، به هیچ عنوان خودتان را آلوده به حرام و به گناه نکنید. این حد اقل درجه زهد هست. و بعد از آن درجه پرهیز از اسراف در حلال هست. این گونه نباشد که شما به اندازه‌ای به موارد حلال سرگرم باشید که از اصل هدف خودتان دور باشید. حلال که حلال هست، اما این ارزش را ندارد که شما را از رسیدن به الله متعال منع بکند و دور نگه دارد. این دومین درجه زهد و درجه خواص هست. و درجه سوم که بالاترین درجه هست، ترک کردن هر چیزی که شما را از الله متعال دور می کند. وقتی که صحبتی می خواهید بگویید، وقتی که کاری را می خواهید انجام بدهید، وقتی که می خواهید که به یک جایی بروید، هر اقدامی که در دنیا می خواهید انجام بدهید، اول این را بسنجید، فکر بکنید که آیا این گفته و این عمل، این گفتار و کردار مرا به الله متعال نزدیک می کند یا این که برعکس مرا دور می کند. هر چیزی که شما را از الله متعال دور می کند و غفلت را بر قلب شما تاری می کند و قلب شما را سیاه می کند و دور می اندازد از نور معرفت و رسیدن به الله متعال، آن را رها بکنید. این بالاترین درجه معرفت الله متعال و زهد در غیر الله است. امیدوار هستم که الله متعال زهد حقیقی و برترین مراحل زهد را انشاءالله عنایت به تمام من و شما عنایت بکند و ببخشد. و حقا آن کسانی که دنیا را با دیده حقیقت بنگرند و آخرت را آنگونه که هست ببینند، آنها در دنیا هیچ گونه رغبتی را ندارند، بلکه رغبتشان و میلشان به طرف آخرت خواهد بود. و هر کسی که آخرت را بر دنیا ترجیح بدهد، برای آخرتش بیشتر زحمت بکشد از دنیای خیش، قطعا این در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند خواهد بود. تا
برنامه دیگر و مطالبی دیگر در مورد زهد شما رو به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.